به نام خدا. سلام، اینجا خبرنامه است و شما خوش آمدید به این برنامه. جا گذاشتن عینک وسط خمیر نان. در عالم پزشکی تاکنون بسیار اتفاق افتاده که دکتران آلات جراحی را در بدن بیمارانشان جا گذاشتند، اما تاکنون شنیده نشده که نانوایی ها هم دست به چنین تبحری بزنند. کدام تبحر؟ حالا برتان میگم. به گزارش سوماتیک، به تازگی یک نانوا عینک طبیش را در وسط خمیر نان جا گذاشت و نان را پخته و فروخته. خودتان را برای دیدن نانی که بینایی 10/10 دارد آماده کنید. هرچند این ماجرا ناممکن به نظر می رسد، اما این نانوا که حواسش جمع نبوده عینک خود را داخل یک قرص نان پخته. حیوانات مرده، سنگ و خورده فلز در نانها زیاد دیده شده و ما و شما هم دیدیم، اما تا به حال عینک در نان وجود نداشته. جالبترین حلقه ازدواج زوج هالیوودی فضای مجازی را دگرگون کرد. اما جالبی این حلقه در کجاست؟ کارلی لیفیکس و لوکاس آنگر تصمیم گرفتند تا حلقه متفاوت داشته باشند و به قول معروف کار بکنن کارستان. بنابراین هر دو نگین این حلقه را نه از بزرگترین الماس جهان و نه دانه قیمتبهای دیگری درست کردن، بلکه این نگین دندان عقل داماد است. شیوه پرداخت جریمه و سبک مرد چینی. یک مرد چینی صاحب رستوران همکارش را که خانم بوده به شدت لتوکوب کرد. این اقدام او را به دادگاه علنی کشید و سرانجام قرار شد که او 10,000 یوان جریمه به خانومی که او را لت کرده پرداخت کند. اما او که قرار است پول زیادی را بابت جریمه پرداخت کند، کاری کرد که این خانم بر راحتی این پول را مصرف نتواند. چه کار کرد؟ تمام 10,000 یوان را به صورت پول سیاه به خانم مذکور تحویل داد. ساعت هوشمند چینی یا ردیاب کودکان. یک شرکت چینی ساعت هوشمندی را طراحی کرده که موقعیت کودکان را به والدینشان نشان می‌دهد و در صورت نیاز کودک به پدر و مادر با فشردن یک دکمه آنها را مطلع می‌کند. این ساعت‌های هوشمند برای کودکان طراحی شده و از قابلیت تماس برقرار کردن برخوردار است. از ویژگی دیگر این ساعت هوشمند متصل شدن به گوشی هوشمند است و با توجه به سیستم GPS که در آن تعبیه شده، می تواند مکانی که کودک در آنجا قرار دارد را نشان دهد. ساعت‌های هوشمند این قابلیت را دارند که والدین برای فرزندان خود محدوده ای را برای رفتن به بیرون تعیین و در سیستم ردیابی آن ثبت کنند. و حالا هم کاریکاتور.